من تره کی منو ویمه من میرم بالا دایی ته میری کجا آره دایی اسمم هست پسر شجاع میرم لای کیجارا میکنن نگاه حواسم پرت میشه میرم حالش ببر خواهش میکنم هنرام هم ماشاءالله منحصر به فرد اینو خودم ساختم ما زمستونا عصرا دیگه بیکاریم تو ویلا دیگه میشینیم شعرهای حماسی میسازیم واسه پشت پرشمرشا و بعد مثلا رپ میسازیم و بیاد وقتمون رو اینطوری پر یعنی کار فرهنگی اصولا انجام میدیم بره سر و ده به سر و ده زنگ زدیم که اینا واقعا ما چه بکنیم از دست تازه آمده بودیم اینجا واقعا اذیت میکنن خیلی سر صدا با یه رو گرفتم جلوش رو گفتم این صدا رو ببینین گفتم 10 دقیقه دیگه میفرستیم به احتمال خیلی زیاد هم آمده بودن اینا فرار کردن رو دیگه رفته بودن نفهمیدیم شاگردهای دخترم خیلی منو قوی تر کردن تو ادامه دادن تمرینای خودم شخصا چون نگاهشون که میکنم میبینم چقدر تلاش میکنن با این هم مشکلهایی که دارن با به خاطر طرز پوشششون و گرم تابستون هم بیشتر این ورزشون میشه انجام داد اصلا به خاطر استایل فیزیکی متفاوتی که دارن ولی میبینم که چطوری دارن میان با دل و جون عشق می‌ورزن و هیچ وقت اینا که هستن تا وقتی دخترها هستن من عشقم به پارکور کم نمیشه برای اینکه می‌بینم اونا با چه وضعیتی عشق دارن و دارن انجام میدن اول یه خورده یه دور اینجا رو بپره خسته شدم دارم کار میکنم کار میکنم با اینجا ها نمیه آها برو بالا بیا دست یادت نره پدال قوی ولی نه اونقدر قوی که دیگه استایلت رو هوا به هم بریزه آها برای پسرها که خوب جا افتاده ولی حالا چون دختر هستیم بعضی جا مثلا رفته بودیم با دوستان داشتیم تمرین میکردیم یکی دوبار گیر دادم بهمون توی پارک پشت سینما پردیس رفته بودیم داشتیم تمرین میکردیم با دوستان بعد دیگه نافکر حرکات جلف داریم میکنیم اومدن یه تذکر دادم خیلی از دوستان دیدم که دوست دارن یاد بگیرن خیلی واسه شون جالب بوده همه چیشون بعد حالا چون مثلا باشگاه نبوده زیاد موقعیتش نبوده که بیان مثلا چون هم دور بوده مسافت همین که خب یه ذره تو بیرون تو مثلا روی آسفالت ورزش کردن یه ذره سخته ممکنه مشکلای پیش بیاد باشگاه امسال قراره واسه دخترها هم بزنیم حالا هنوز تعدادش اینا معلوم نیستش ولی توی همین بولینگ ابدو که واسه پسرها بوده قراره دخترها هم جمع شن دخترها تو فستیوال نمیتونن شرکت کنن حالا حضور داشتم رفتم دیدم محدودیتشو دقیقاً نمیدونم چیه ولی اینکه حالا طرز فکرشون چجوریه نمیدونم ولی دخترش حالا شرکت نکرده تو فستیوالش استرس و هیجان فستیوال رو دارم خیلی فستیوال مهمیه دومین فستیوال بزرگه که توی اکباتان هم میخواد برگزار بشه تقریبا تخمین زدیم بین 4 تا 6 هزار نفر آدم میاد از تمام شهرستان و پارکور بازار رو دعوت کردیم با نیرو انتظامی هماهنگیم قراره که حمایتمون بکنه همه چی از طرف ما که اوکیه و امیدوارم همه چی خوب به انتها برسه آمبولانس داریم شهرداری میاد همه همکاری میکنن قول همکاری بهمون دادن و خیلی خوشحالم بخاطرش نمیدونین چه خبر بماند اصلا نگیم بهتر پس که این مملکت باید بسازه من پیرزن که بازنشسته هستم پس اینا چی کارن پدر مادرشون چی کار میکنن تمام تقصیر پدر مادر است بخون
وقتی که ما تمرین میکردیم میدیم یه نفر بغل فیلد ما نشسته و داره تمرینای ما رو مو به مو سیو میکنه. یه مدت دور شدیم برگشتیم دیدیم رضا همونی که بغل زمین ما میشست الان داره پرواز میکنه و روی هواست، روی زمین بند نمیشه. هر جفت با همی؟ با همی، شما با همی، ما با شما اوله که خیلی اذیت میکردن، اصلا پیرزنها رد میشدن، فوش میدادن، لعنت میکردن، یکی میگفت خدا پدر مادرتون رو بیامرزه، یکی میگفت خدا پدر مادرتون رو نیامرزه. یه دونه فیلم بودش گفتن که بیاید به شما لازم داریم، بعد دیدیم جای عیزای صحنه استفاده همون کردن، گفتم اونجا وایسید با هم صحبت کنید و دو نفر دیگه فیلم گرفتن. اسم گروهمون WLC حتی مخفف اسم یعنی رکلس کلن، گروه ضد ضربه، کله خر. اولین فستیوالی که تو اکباتان بود تقریبا خوب بود، خرج زیادی روش کردیم، کل ایران اومدن ولی خوب بود، جواب داد. دوباره بچه‌ها رو دعوت کردیم که بیان، این دفعه واقعا کلکل نیست ولی چون یه سری بچه‌ها افت کردن و خودمون آماده می‌گردیم، یاد آماده کنیم. درازه کش چی شد؟ با اون زیاد بیرون گذاشتم نچرخیدی؟ با اون زیاد بیرون گذاشتم اومد جلو؟ رد شو با کجا اومد بگو بسه مرد انا لله و الا الهی رو تکرار کردم حالا اینه که من درست دادم تو خراب کردی نمیم چی شد؟ پریدم یفیدم نمیچرخم هر کسی که پارکور میکنه خاطرهای خنده‌دار و قشنگش خاطرهایی که ترکیده. سعی میگه آره داشتیم مثلا راه میرفتیم از اینجا پریدم یه تیکه سنگ انقدی بود رفت تو پاشنه پام شکست. ها ها همه میخندن. داریم میریم سمت لاشخور. یک از بهترین جاهای اکباتان برای تمرین پارکور. ببین این قراره یه حرکت بزنه. بیاد وایسه اینجا بعد بچسبه به سکو من روش حرکت بزنه. آه اوکی فهمید. آه اینم دیگه الان دیگه سوت میزنه. بفهم. آقا یاری کن بابا از اینجا تلفن گردم میاد میگم بیرون بابا آخریشه آقا شما دیگه آخریشه آخریشه اینجا رو فیلم میگیم آه یه لحظه تو پاد بیه دیگه الان پاد تو سینه نگاه کن من قد کار ندارم گفتم بیرون بیرون میگیم بفرما بیا نه بازیم من قد تلفن میزن سر دزو بیا در همه تو شیم اما بگم اینجا میگم نه نگاه کنم باشه آقا حاجی یاد گوش کن حرف منو میگم الان خب یک تو بنو اونجا بگیر تا 20 بش ما داره تو اونجا نمیخوام تا 20 بش ما اومدیم بیرون تا 20 بعد نمیگه بریم بیرون دیگه 20 هر جا که چمن باشه ما میریم حالا مثلا یه جا مثل پشت سرتون مثلا یه دونه بافت خیلی ضعیفی از چمن پا رو میذاری یکی از اون چمنا له میشه از اون تا یکی سوت میزنه از چمن بیا بیرون میگیم رو خاک وایسیدیم نه بیا بیرون چمن خراب میشه ما میایم بیرون دیگه نمیتونیم کاری بکنیم ولی بازم میتونم بگم که همون دیوید بل اگه تو ایران بود از ما بیشتر پیشرفت نمیکرد. هر جا میخوایم تمرین کنیم میگن نکنید. باشگاه میخوایم بگیریم مجوز باید حتما داشته باشید. یا باشگاه رو اصلا برای گروه میگیریم میخوام تمرینای خودمون رو بکنیم. نمیشه شما پول میدیم نه نمیشه. از این پول بالا داشتیم رد میشدیم رضا گفت چی میشه یکی از بچهای ما اینو بک فیلیپ بزنه. زنگ زدم رضا گفتم رضا بان داری گفت آره چطور مگه؟ گفتم ببین من فردا میخوام گل‌ها رو بک فیلیپ بزنم. رضا که قاطی کرده بود. بعد گفتش هر جوری میخوای بزنی بزن فقط نزن موقعی که رفته بودم بالا مردم اولش میگن میخوام خودکشی کنم
میگفتن این کیه بابا بگیرید جلوشو. علی ماشاءالله علی بود.